دقیقا همون چیزی که فکرشو نمیکردم اتفاق افتاد. ببخشید ها، ولی آخه کی تو خونه عروسی میگیره؟ مگه عهد بوقه؟ ای بابا، مگه تو این دور زمانه تو خونه عروسی میگیرن اسما خانم جون؟ این خونه ای که شما میگی نه که بذاریم کنار دریا، از اون ویلاهای مجلل شما با شکوه تر میشه. دوست ندارم دخالت کنم ولی نمیذارین که. بهترین کار همون رأی گرفتن. چرا لکی این همه دردسر و ناراحت میکشین؟ بیاین یه کاری کنیم. من اینو قایم میکنم. هر کی درست گفت حرف اونه. وای خیلی باحاله. جالبه نه؟ 100%. ها؟ تو اینه. میگم تو پاشو برو تو حیات یکم رو بازوهات کار کن. اینجوری به عنوان کسی که ربطی به این بحث نداره هوای تازه‌ام میخوری. اما غریب، من فقط دارم کمک میکنم. خب چه حرفیه؟ آره، اگه ساکت چی کمک بزرگتری میکنی؟ نظر بده، حرف بزن دیگه. یالا تو هم حرف بزن. به نظر من با حرف زدن حل میشه دیگه. نمیخواد که همدیگر رو ناراحت کنیم، تو رو خدا. 100%. آره قریب جونم، عصبی نشو عزیزم، باشه؟ من همه چیو فهمیدم. اوکی، لیتس کیپ ایت گو. ای ببین، قبوله همه چیو تو امارت میگیریم، ولی یه شرط دارم. حداقل اجازه بدی من برنامه ریزی کنم. فکر نمی کنم دیگه تو این موضوع کسی بخواد دخالت کنه. باید بگم آخرین بار تو آمریکا مدیر برنامه ریزی یکی از شخصیت‌های بزرگ بود. میتونم بگم فرصت خوبیه. خرگوشه. خب یعنی نمیگی زنم، درسته؟ آره؟ دقیقا همینطور فکرتون. خرگوش. اینا همش خوابه یا واقعیه؟ عجیبه اما واقعیه. ای وای من. درسم، این همه سال به خاطر مشغله های کاری نتونستم برای دخترم کاری انجام بدم. حداقل این بار یه فایده ای داشته باشم. مگه نه بیبی؟ یوز می خب؟ بله دیگه. کارو باید به کاردان بسپریم. در این که شما با تجربه این هیچ شکی نیست. اون کاملا مشخصه، ولی به نظر هم خانواده برانم حق نظر دادن دارن. البته این نظر منی، مگه نه مامان جون؟ بله درست نمیگم؟ مسلمن یه مسئول برنامه ریزی خواهیم داشت. حالا که سرن خانومم پیش قدم شدن، برجوام که خوشحاله. معمولا اینجور کارا رو خانوما بهتر بلدن، آقایون بیشتر نقش مجسمه رو دارن. عثمانم پسر خیلی باهوشیه، فکر نمی‌کنم اعتراضی به این موضوع داشته باشه. نه دیگه. خیلی ممنونم. این موقع شب کربوهیدرات مصرف نمی‌کنم. به شما پیشنهاد می‌کنم نکنید. مسئله رو خیلی خوب جمع‌بندی کردی آقا فاروق، تبریک میگم. کاش مصرف کننده بودی، همه چی تموم شد. خیلی معذرت میخوام، من برم یکم آب بخورم و بیام، باشه؟ فکرت میذاشتی من میآوردم؟ نه آبجی نورگل، این چه حرفیه؟ انگار خیلی خوش گذشته. خیلی ببخشید اما نمیتونم دروغ بگم، واقعا داره خوش میگذره. البته من همیشه اینجوری نیستم ها، اما الان نتونستم جلوی خودم بگیرم، فکر کنم سودا میخوام. بله. نه جونم، برای چی ناراحت بشم؟ اتفاقا آدمای راستو خیلی دوست دارم، منم طرفدار راک بودنم. از اوریثینگ چیه، نکنه تو هم رو سن حساسی؟ همش 10 سال از هم کوچیک‌تره بابا. نه خب اون که به من خیلی مربوط نیست. چه جوری بگم، انتخاب خودته. اما خب وقتی چیز میشه اسمش بواجه. خب چرا؟ وای خدای من. آخه تو کتابای درسیمون یه شخصیت افسانه‌ای بود، اسمش بواج بود. به یاد اون افتادم، اسمش بواجه. یاد داستان افتادم. تو کتابای درسیمون
یارو گاف کشته بود قهرمان شده بود، اسمش بواجه. نمیتونم به خدا جلوی خودم رو بگیرم. خب گناه بچه چیه؟ قربونی مادر بد صدیقه شده، مامانش زن هیکلی بوده، این هوا بچهشم توپولی به دنیا اومده دیگه، بعد اسمشو گذاشته بواج، ولی ترسون بیشتر بهش میاد. وای اون وقت باید میگفتم ترسونم ترسونم بگیر بخواب مهرمونم. وای خدا چقدر خندیدم، خیلی خندیدم. خیلی زن عجیبی هستی. عجیب؟ آره. ممنون از لطفت. میدونی تو هم خیلی باهوشیه، حتی باید بگم باهوشترین و جذابترین آدم این خونه تویی. خیلی هم قوی هستی، فقط حیف که خیلی دیر با هم آشنا شدیم عزیز دلم. بابت سودا خیلی متشکرم. نوشی جان، فکرت فکرت ترسیدی پسرم؟ چی کار میکنی؟ خب میذاشتی من برات آب میآوردم. تو کی اومدی اینجا؟ الان اومدم، وقتی اون زن رفت. خیلی خوب، خیلی خوب. خوبی؟ خودم برداشتم دیگه. آروم پسرم، آروم. خوبم خوبم. ممنون، خیلی ممنونم. خوبم نوشه جون.